کمال. کمال کی این بلا رو سر تو برد؟ به خاطر من اینجوری کردم؟ اگه من خاک تو سر نبودم نمی افتادی زندون، زخمی نمی شدی، اینطوری نمی شدی. همش تقصیر منه کمال. کاشکی هیچ وقت همدیگر رو نمی دیدی. اون وقت تو راحت زندگی تو می کردی و عذاب نمی کشید. پس واسه چی اومدی اینجا؟ اگه اینطوری فکر میکنی برای چی اومدی؟ من که بهت گفته بودم نیای. همه کارهایی که تا حالا کردی هیچ کدومشون بس نبود گاری. میخوای جفتمونو به کشتن بدی؟ من وقتی شنیدم اینجایی خیلی نگران شدم. حالا که منو دیدی دیگه میتونی بری همون جایی که بودی. میدونی چیه؟ من مرگو به خاطر تو به جون خریدم کمال، ولی تو ترسیدی، من خیلی راحت تنها گذاشتی. بهم گفتی منتظرم نباش، گفتی همه چی تمومه، گفتی دیگه رهت هیچ کاری ندارم، دیگه اصلا نگران نباش، دیگه هیچ وقت تو زندگیت منو نمیبینی. آقا عبدال ببین آقا رمزون چی میخوره واسش ببه. نه ممنون. شاید بهتر باشه چای سبز بخوری، واسط خوبه. گفتم نمیخورم. حداقل یه لیوان آب بخور، حالا که دایی زن تو واس خودش برداشته فکر کنم یه لیوان آب بچسبه. میگن چند وقته زنت با داییت میره بیرون، درسته آقا رمزون؟ البته علنی که نه، یواشکی. مسخره بازی بسته دیگه، آدم نمیتونه کنار شما نه خوشحال باشه نه ناراحت. خدا لعنتتون کنه که همتون نمک رو زخمی، همتون. خدا مصیبتتون رو زیاد کنه انشالله. با سلام داماد عزیزم. یه زمانی دامادتون بودم، دیگه نیستم. برو کامشا. اینقدر دلم میخواد یه بار توی یکی از این رستوران ها شام بخورم. خب فردا میری. مسخره بازی در نیار بابا، ما که پولمون نمیرسه بریم اونجا. چرا؟ آخه خیلی گرونه. نگرون نباش، فردا میارم تا همینجا، خودتو آماده کن. راست میگی؟ آره. Thank you.
به سلامتی همه. خوش اومد. چرا دیر کردی؟ نگرانت شدی؟ یکی از دوستامو تو را دیدم، صحبتمون گل انداخت. بیا تا به همه معرفیت کنم. ایشون زکایی، همسرشون نریمان و آقای عثمان. ولی ما ایشونو پاشازاده صداش میکنیم. بشین لطفا. خب میبینم خانمم تشریف آوردن. میخواییم غذاتون رو سفارش بدید قربان؟ بله حتما. خب چی میخوری؟ نمیدونم، اصلا نمیدونم این غذا چی هستن. کمال زود باش از اینجا بری. دیوونه شدی؟ تازه الان نشستی. مگه ندیدی غذاش خیلی گرونه؟ نگران پولش نباش، هر چی میخوای سفارش بده. شبتون بخیر. بله بی زحمت. خیلی متاسفم ولی باید ازتون بخوام که اینجا رو ترک کنید. متوجه نشد. اینجا محل خاصیه، نمیتونیم به هر کسی سرویس بدیم. مگه ما آدم نیستیم؟ میخوایم مثل بقیه شام بخوریم، پولش رو میدیم. خیلی متاسفم ولی مسئله این نیست، مشتری دیگه ناراحت. ما که کاری نکردیم کسی ناراحت بشه. خواهش میکنم سریع اینجا رو ترک کنید. دستتو بکش. خواهش میکنم آقا، آبروریزی رانندگی. چرا انقدر شلوغش میکنی؟ خواهش میکنم برید بیرون. خانم شما سفرش نمیخواییم بدین؟ گلی؟ ها؟ پیش خدمت میپرسه چی میل داری؟ من نمیدونم، هرچی بقیه بخورن. برای من هم همینو بیار، بس من فرق نمیکنه هرچی بقیه خوردن. گلی تو چه دختر جالبی هستی، ازت خوشم میاد. اتفاقا منم با شما خیلی حال کردم. آقا حافظ، میدونی دایم خیلی آدم بی خودیه، مگه نه؟ اصلا شکی توش ندارم. آخه آدم چطور میتونه زن خواهرزادش رو از چنگش در بیاره؟ چطور میتونه؟ واقعا که خیلی پس این جریان خیلی زشت و بی ربطه. خوب گفتی آقا حافظ. بالاخره باید یه کاری بکنیم دیگه، مگه نه؟ مثلا چی کار کنیم؟ بین خودمون بمونه باشه. شوخیت گرفته رمزه، معلومه فقط خودمون. یه قسمت وجودم میگه چی؟ با گلوله بزنم تو سرش. تو سر کی؟ معلومه دیگه، تو سر دایی. Thank you.
قبلانم بهت گفتم نمیخوام عجله کنم پاش ازت. البته فراموش نکن که وقت زیادی هم نداره. بله قربان، اینم ترتر لابستر با سس مخصوص. ممنون. این که شکل عقربه، اینو میخورم. به این میگن لابستر گوری، خیلی خیلی خوشمزه است. سفرش شما خانم. میخوای کمکت کنم گلی؟ نه بابا نمیخواد، خودم بلدم، کاری نداره. وای من از این گلی خیلی خوشم، واقعا که دختر خیلی جالبیه، خدا حفظش کنه. خدا شمارم حفظ کنه. میخوریم به سلامتی گلی. به جمعمون خوش اومدی. نزدیک بود دستتو به خون آروده کنه رمزون. اول کمال، الانم که دایت. بل کن دیگه آقا حافظ، کمال ممال دیگه مهم نیستن. الان باید حساب داییمو برسم، نمیتونم بهش فکر نکنم. خیلی درد آوره، دیگه تحملم تموم شده. حق داری؟ حق داری، ولی یه چیزو فراموش نکن، بهتر عجله نکنی، باید به فکر ارثیه داییتم باشی. مگه ارثیهش چشه آقا حافظ؟ چی چی چشه؟ خب اگه تو اونو بکشی میفتی زندان پسر. و اون وقت که یه قاتل بی رحم به حساب میایی و از ارثیه چیزی بهت نمیرسه. وقت با تو آقا حافظ. نره بس، باید چی کار کنم؟ هر کاری هم بکنم باید کمکم کنی، جز تو که دیگه کسی ندارم. من هیچ وقت تنها نمیذارم پسرم، من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. به حرف هیچ کس گوش نکن و سر تو بالا بگیر. وقتی دایید ببینتت خودش متوجه اشتباهش میشه. چیزی که زیاده زن تو سر سگ بزنی زن میریزه، اما اون پولا و ارسی هست که نباید بی خیالش بشی. میفهمی چی میگم؟ بهتره به پولا فکر کنیم. چیه بریم برقصیم؟ آه این چرفی عزیزم، تو که میدونی من رقصیدم بلد نیستم. دوست داری با هم برقصیم؟ نه من که بلد نیستم برقصم. لازم نیست از چیزی بترسی، همه که نباید رقصیدم بلد باشن. با هم دیگه و دست و دست میرقصیم گوری. زود باش، بلند شو، بیا بلند شو. Where she glides across the floor. Where
ببخشید قربان، یا آهنگ محلی بذاریم واسه ما برقصیم، این دیگه چیه؟ من نمیتونم همینطور بشینم و نگاه کنم. زکایی سوی باشی. وایسا سب کن. من یه سربیات و زودتر این قضیه یه حزب رو حل کنیم. منتظرم ببینم چی میشه، ببینم چی میشه. امشب خیلی به هم خوش گذشت عزیزم. بعد از این باید بیشتر همدیگر رو ببینیم. باشه باشه بابا حتما. شبتون بخیر. شب بخیر. سوار شید خانم، زود حرکت کن احمد. آقا مظفر، باید تاوان سیلی که به من زدی و بس دادی، تاوان اون گوشتندایی هم که گوشیم اینطور. تو برو سمت مزرعه. ولی آخه آقا مظفر. گفتم برو. داداش این وقت شب دنبال دردسر میگردی الماس؟ برگرد برو خونه. چطور جرأت میکنی؟ چه صحبت آشکار؟ ها؟ این اشغال تحویل پلیس بدید. من از این اشغال شکایت دارم. این قضیه اینجوری تموم نمیشه. اینو مطمئن باش که بالاخره یه روز انتقام ما ازت میگیرم آقا مظفر. داداشون کی بود؟ ازت چی میخواست؟ پسر اون انور حرومزاده اومده بود تو از من انتقام بگیره. آقا حال تو خوبه؟ نگران نباش کلی خوبم. ببینم تو چرا هنوز بیداری دختر؟ تازه میپرسین چرا؟ چون نگرانتون بودم. خیلی خوب، برو بخواب. میبینی که حال من خوبه. زود باش برو بخواب. خوابای خوبی ببینی. شما هم خوب بخوابی. تمام شب و جلوی خودمو گرفتم که چیزی نگم، ولی دیگه تحملم تموم شده. اصلا معلومه داری چی کار میکنی داداش؟ مگه دارم چی کار میکنم؟ بگو تا منم بدونم. عاشق یه دختر دعاتی شدی که معلوم نیست مال کجاست. هیچی هم برات مهم نیست، نه حزب، نه سیاست، نه حتی مزرعه.
تو آقای مظفر بزرگی یادت رفته؟ باید بگم من از هیچ کس خجالت نمی کشم. از لحظه که گلیو دیدم وارد رویای قشنگ شدم. ازت خواهش میکنم که این رویا رو خراب نکن. این لطفو در حق من مکن. هر خواب و رویایی که دوست داری میتونی ببینی داداش، فقط من و خانوادم رو تغییر نکن. اگه ما برات مهم نیستی، لااقل یاد زن مرحومت بیفت. یادت باشه دیگه هیچ وقت درباره بیگه حرف نزن. هیچ وقت. Thank you.
خبرها رو شنیدین؟ دیشب یلماز به آقا مظفر شلیک کرده. چی؟ چی گفتی؟ چطوری؟ مظفر داشته از کلوب میمده بیرون، رفیقمون میره سمتشو تو چشاش نگاه میکنه و ماشه رو میکشه. ای آقا جان اینا شایعه است، مگه میشه آقا مظفر بمیره اون وقت ما نفهمیم؟ خبرش اینه توپ میتره که، مگه نه؟ نه بابا اون نمرده که، حتی زخمی هم نشده. پلیس هم اومد و یلماز رو دستگیر کرد. ولی این که خیلی بده، اصلا خوب نیست. چرا بده؟ لااقل اون مظفر عوضی رو یکم ادبش کرد. وقتی این ماجرا بره دادگاه، مسئله زمینامون هم میاد وسط. میخواستیم بعد انتخابات شکایت کنیم که کسی شک نکنه، نمیخواستیم مظفر رو عصبانی کنیم که، خیلی بد شد. دیگه تمومه، فایده ای نداره. صبح بخیر. صبح بخیر. گلی هنوز خوابه؟ نمیدونم، احتمالاً. وکیلمون تماس گرفتم، قراره درباره جریان این الماس باهاش صحبت کنم. خیلی خوبه. باز داری چی کار میکنی؟ این دفعه دیگه تأثیر میذاره، قول میدم. وا خدا بگم چی کارت کنه دختر؟ اگه آقای کم دقت کنه و متوجه این آتش بالا بشه، اون وقت میخوای چه خاکی به سرت کنی ها؟ به من چه؟ من که غذا رو نپختم. گلیزار، این چیزا چیه توی این؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ این چیزای سیاه چیه؟ اونو میگی؟ یه کمی نعناه، نعنا قاطیش کردم که یکم خوش‌عطرتر بشه. بیا اینو از اینجا بردار، من از نعنای خشک بدم میاد. دیگه باید برم، آقای اردم منتظرم. خدا لعنتت کنه. چی شد؟ نخوردش؟ نه نخورد، لیاقتشی که آشغال بخوره. من که بهت گفته بودم میفهمه. نه بابا نفهمید، میگه نه نا دوست ندارم. خب به درک، به من چه که دوست نداری؟ چه خبرتی؟ ره رو به خرایی مثل خودت بگو. همه رو برق میگیره، ما رو عشق ادیسون این چشه؟ چی؟ فقط امروز یکم اعصاب نداره. وای وای وای، اینجا رو ببین. به به، ای رحمت بر اون شیری که تو رو خورد. نه نخورش. و چی؟
نه هیچی، فقط نمنه، برای دایمه ها؟ نره، مال اونه. خب اگه مال دایمه که از شیر مادر حلال تره. دایم کارت بخوره تو شیکمش از نوع سلخی. صبح زود با دفترم تماس گرفته بودید، اتفاقی افتاده آقای مظفر؟ اون یارو انورو که میشناسی؟ مالک اون زمینایی که مشکل داره؟ بله، پسر شیلماز دیشب با اسلحه به هم حمله کرد. جدی میگید؟ شما حالتون خوبه؟ آره، خدا را شکر هرومزاده مست بود. میخوام این جریان رو پیگیری کنی. حتما، ولی ببینم شما که زخمی نشدید، درسته؟ نه، میتونی تا روز دادگاه بندازی تو زندان؟ بله حتما، ولی انتظار حکم سنگینی نداشته باشید، چون جرم بزرگی انجام نداده، فقط یه چند ماهی میافته زندان. اصلا برام مهم نیست، فقط میخوام بیفته زندان. هر چه زودتر پیگیری میکنم. خیلی خوبه. در ضمن یه چیز دیگه هم هست. بفرمایید. همونطور که میدونی همه ی روستایی‌ها به خاطر جریان زمینا با من مخالفن. اگه شکایت کنن نمیتونیم برنده بشیم، اون وقت نصف زمینای مزرعه رو از دست میدم. گوشاتو تیز کن ببین وکیل چیزی گرفتن یا نه، و به من خبر بده. حتما. اگه دنبال داداشم میگردی اون اینجا نیست. پس من از اینجا میرم. آه، کجا میری؟ وایسا ببینم، باید یکم باها در مورد بهی حرف بزنم. بیا بگیر بشیم. وقتی بهی اومد اینجا دختر جوانی بود، اونقدر خوشگل و اونقدر مهربون بود که همه ی آدانا ازش خوششون می اومد. اون مثل یه فرشته پاک بود، دیوانوار عاشق برادرم بود، داداشم هم دیوانوار عاشقش بود، اونقدر که حتی به زنای دیگه نگاه نمی کرد. متاسفانه اون توی تصادف از بین رفت، ولی داداشم هیچ وقت نتونست بهیه رو فراموش کنه و هرگز نمیتونه. هیچ کسم جایگزین اون نمیشه. فکر میکنم الان دیگه فهمیده باشی که چرا برادرم اونقدر به تو علاقه داره. تو خیلی شبیه بهیه ای. تو اونو یاد بهیه میندازی و هر وقت تو رو میبینه انگار که اونو دیده. بهیه رو میگم، برای همینم
اون هیچ وقت عاشقت نمیشه. حتی اگه باهاشم ازدواج کنی، این گلی نیست که زنش میشه. بس دیگه، تمومش کنی. چرا؟ نمیتونی حقیقت رو تحمل کنی؟ تو برای برادرم مثل بقیه دخترایی. تو به اینجا تعلق نداری و هیچ وقتم نخواهی داشت. پس از اینجا برو، تا دیر نشده از اینجا برو. کاری میکنم که اون بهیه جونتو فراموش کنی. آقا مظفر بهت قول میدم، مطمئن باش. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. خبرها رو شنیدی؟ نه، چی شدی؟ دیشب با اسلحه با آقا مظفر حمله کرده. کی؟ ایلماس، پسر انور که تو مزرعه مظفر کار میکرد. کار اون بوده. لا اله الا الله. بلای سرش اومده؟ چیزیش که نشده نه؟ نه با تیرش خطا رفته. وای حسابی نگران شدم، دست و پام داشت میلرزین. وضع من رو با تو بهتر نبود، تقریبا همه چی داشت ردیف میشد. اگه کشته میشد ببینی چی میشد. ها، همه چی میپیچی تو. خفه خون بگی، اینجوری حرف نزن. اینقدر بدبین نباش، سعی کن خوشبین باشی. جمشیر باشه خوشبین. تو قراره به زودی در امارت ساکن بشی. فقط مونده گلی زنش بشه. بعدش دیگه کار تمومه. بعد از اون اگه ایلماز بخواد میتونه مظفر رو بکشه، با یه تیر خلاصش کنه. جون داداش چی میشه؟ خب دیگه من باس برم. کجا میری؟ داشتیم حرف میزدیم بابا جون. باس برم چند تا کارگر جور کنم. آخه آقا مظفر دنبال کارگر میگرده. یکی هم دیگه یاسین و میرفسته دنبال کارگر. ما داریم راجع به امارت حرف میزنیم، اون وقت تو نگران چند تا کارگری؟ آدم که فرداش خبر نداره. بایزه. خوشبینی یادت نره، خوشبین باش، بدبین نباش جمشید جان. بیا تو. بله آقای یاسین، چی شده؟ من دارم میرم خانم حالیده. کجا میخوای بری؟ از امارت دارم میرم. یعنی استعفا میدی؟ چرا؟ نمیتونم کنار دایی که به زن خواهرزادش نظر داره زندگی کنم. من آدم با شرفی هستم، نمیتونم. تو برای پدرمونم کار میکردی آقا یاسین، نمیتونی بری جای دیگه. اگه هم قرار باشه کسی از اینجا بره، اون دختری هرزه گلیه، نه تو. محاله که با میل خودش از اینجا بره، کاملا معلومه. بهتر خودم داوطلبانه برم. صبر کن آقا یاسین، اگه خودشم نخواد از اینجا بره، ما یه راهی پیدا میکنیم که مجبور بشه بره.
چطوری؟ من یه نقشه خوب دارم، ولی قبلش باید یکم رو مخ رمضان کار کنی. پسرم جانم بفرمایید. پسرم به خاطر ما خودت اذیت نکن. تا حالا به این فکر کردی که آدم ها برای چی زندگی میکنن؟ آخه باز چی عمو؟ آدم ها برای پول یا برای شرافت زندگی میکنن. آره. ولی مثل که تو نه پول داری نه شرافت. چون کاری از دستم ساخته نیست عمو جان، من تو این سن هنوز از نظر مالی به داییم وابسته. آره، ولی به این فکر کن اگه داییت با این دختر ازدواج کنه و خدای نکرده یه روزی بمیره، اون وقت چی میشه؟ واقعا به این فکر کردی؟ معلومه چی میشه همون یاسین. گولی منو با تیپا از اینجا میندازه بیرون خیلی راحت. درسته، پس قبل از اینکه این کارو بکنه باید یه کاری کرد. چی کار باید بکنم؟ چی کار میتونم بکنم؟ خدا هم درد سر میده هم راه حل. برو با خاله حالیدت صحبت کن، میخواد یه چیزایی بهت بگه. گالی تو داری گریه میکنی؟ نه گریه نمیکنم. برای چی باید گریه کنم؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ هیچی. یعنی چی هیچی؟ یعنی هیچی دیگه. کسی حرفی بهت زده؟ دیشب باعث شدم شما خجالت بکشی. تو باعث شدی خجالت بکشم؟ چرا همچین حرف میزنی؟ دیشب تو کلوب مثل این دختر سباکا بودم، خیلی خجالت کشیدم، بلد نیستم چی کار کنم. اصلا نمینطور نیست، خیلی هم خوب رفتار کردی گلی. نمیخوام اونجوری باشم، میخوام رفتارم مثل خانوما باشه. میخوام مردم بهم بگن گلی خانوم، میخوام همه بهم احترام بذارن، ولی نمیدونم چه جوری. دوست دارم آداب معاشرت و رقصیدن یاد بگیرم. میخوام مثل شما خارجی حرف زدن یاد بگیرم. خیلی خوب باشه، اگه واقعا همینو میخوای فردا میدیم پیش مادام ما، اون تو کمترین زمان اینا رو بهت یاد میده. قبوله؟ واقعا راست میگی؟ آره واقعا راست میگم. وای چقدر خوب، دستتون درد نکنه. خیلی خوب باشه. چقدر شما مهربونی. وای بیا تو، بیا تو رمضان. بشین اونجا. آقا یاسین بهم گفت که میدونم بهت چی گفته.
خوب گوش کن ببین چی میگم رمضان. راستشو بهم بگو، تو واقعا این دختره رو دوست داری؟ بله دوستش دارم. تو دوستش داری؟ ولی دختره بهت احترام نمیذاره. بدون احترامم نمیشه کسی رو دوست داشت رمضان. میدونی اینجور دخترها چیو خیلی دوست دارن؟ اونو از مردای قوی خوششون میاد، مردایی که هرچی میخوانو به دست میارن. تو این دخترو میخوای؟ بله درست. عالیه، پس باید گلیو از شنگ دایی در بیاری. آخه چجوری حدیده؟ بدوستش. بدوستمش؟ دایی منو میکشه. خیلی خوب باشه رمضان، ببخشید اصلا یادم رفته بود که تو ازش میترسی. نگفتم که ازش میترسم حالیده. اگه از چنگش درش نیاری تا آخر عمر پشیمون میشی رمضان. تو زندگی یه موقعیت هایی هست که فقط یه بار پیش میان، خوب بهش فکر کن. اینو بگیر، یکمشو بریز تو پارچه و بگیر جلوی دهنش تا بیهوشه، فهمیدی؟ خیلی آسونه، اصلا کاری نداره. اینم نامته، بعدشم میبریش استانبول. چه نامه ای؟ بعدشم چرا ببرمش استانبول؟ چون اگه این اطراف بمونی جایت خیلی راحت پیدات میکنه. این نامه رو بده به آقا اورهان، اون خودش میدونه باید چی کار کنه. این تو هم یکم پول هست بیا، برای یه 6 ماه این باید کافی باشه. خب ولی اگه من اونو ببرم؟ دیگه ولی نداریم رمضان، هر ثانیه که میگذره مهمه. همین الان گلیو ببر. همین الان ببرمش؟ امشب. سلام، خوب هستین؟ سلام. سلام. خوش اومدید ازش. نه نه بیا گذاشت درش. خوش اومدی برادر، انشالله که آسون بگذره. ممنون. داداش زود باش.
چمه من؟ چرا اینقدر سرفه میکنم؟ صبح بخیر خواهر. خب چی خوب؟ آشتیم دیگه. مگه نبودیم؟ یعنی واسه این که زدم تو صورتت ازم ناراحت نیستی؟ این چیزا بین خواهر برادر رو پیش میاد. خواهر خوشقلب و دوست داشتنی من، خودت هم میدونی که چقدر دوستت دارم. تو برام یه یادگاری از پدر و مادرم هستی. اگه من یه کاری برای خودم میکنم، مطمئن باش که به نفع تو هم هست خواهر گلم. میدونم. خب دیگه بریم صبحونه بخوریم. گلی بیدار شده؟ نه، حتما هنوز خوابه. امروز میخوام ببرمش پیش مادام ما تا یه چیزایی بهش یاد بده. چه چیزایی؟ یه چیزایی در مورد آداب معاشرت و مؤدب بودن. تو خودت همیشه میگفتی که اون خیلی بی‌ادبه. صبح بخیر گلیزار. صبح بخیر آقا. گلیزار، میشه گلی رو بیدار کنی؟ راستش تو اتاقش نیست. تو اتاقش نیست؟ خیلی خوب، پس هر جاست پیداش کن و بیارش اینجا. اصلا تو عمارت نیست آقا مظفر. آقا یاسین از صبح همه جا رو دنبالش گشته، حتی چند نفرم فرستاده بود سر زمین ها، اما پیداش نکردم. انگار که گم شده. یعنی چی گم شده؟ یعنی صبح به این زودی اون تنهایی کجا میتونه رفته باشه؟ اگه فرار کرده باشه چی؟ بس، منظور چیه حالیده؟ برای چی باید بیدلیل فرار کنه؟ همه رو خبر کن، جمعشون کن تو حیات. اگه کسی گلیو دیده یا میدونه کجا رفته همین الان به هم بگه. هیچ کس اونو ندیده؟ ها؟ آقا یاسین، رمضان کجاست؟ نه والا اینجا دی. تو کدوم گوری بودی؟ سیلوی پنده بودن به چطور؟ گلی گم شده، امروز صبح ندیدیش؟ چطور دیده باشمش دایی؟
من طبق دستور شما حتی بهش نزدیک هم نشدم. باید اون دختر رو پیداش کنی. اگه کسی چیزی میدونه یا چیزی دیده همین الان به هم بگه و الا قسم میخورم حساب همه تونو میرسم. من میدونم چی سر گلی اومده، همه چی رو دیدم. اگه دیدی پس چرا دهنتو باز نکردی یه کلمه حرف بزنی؟ ها؟ من ترسیدم. هنوزم که داری منومن میکنی، حرف بزن. شب بلند شده بودم برم آب بخورم که تو حیات صدای پا شنیدم، بعدش رفتم از پنجره ببینم چیه. دیدم که گلی داشون در باز میکرد و میرفت بیرون. یعنی تو نرفتی دنبالش؟ اون وقت ازشم نپرسیدی کجا داره میره؟ فکر کردم حوصله‌اش سر رفته، میخواد بره بیرون یکم هوا بخوره. خدا لعنتتون کنه، باید خجالت بکشید، این همه آدم از پس یه دختر بر نیومدید. داداش به پلیس خبر بدی. ما دیگه چاره جز این نداریم. خدا خودش کمک کنه بلایی سرش نیومده باشه. اگه قرار نبود آنم با دختر استانبول باشی، پس اینجا چی کار میکنی؟ دختر کجاست؟ زود باش بگو. چه بلایی سرش آوردی؟ یه لحظه آروم باشین. چه خبرتون شما ها؟ آروم باشین. چجوری باید آروم باشیم؟ رمضان، این کار که بچه بازی نیست. چرا به حرفم گوش ندادی؟ چرا نرفتی استانبول؟ فکرامو کردم، میخواستم برم، حتی راهمو افتادم بابا جان. داشتم با خودم میگفتم که چقدر راحت بود، بعد یهو دیدم پلیسا راه و بستن و ماشین های گذری رو میگردن. منم خیلی ترسیدم، نمیدونستم باید چی کار کنم. خب دیگه مشکل حل شد، میتونیم راه بیافتیم. وقتی پلیسا رو دیدم فکر کردم دایی از جریان دزدی با خبر شده. معذرم که نمیتونستم برگردم. بعد یاد خونه تو تاکستان که از موقع مرگ بهی ازش استفاده نکرده بودیم افتادم. برای همین رفتم اونجا. Thank you.
دختره رو گذاشتم اونجا و سوار ماشین شدم و مستقیم اومدم اینجا. خب چرا برگشتی؟ چرا تا صبح سب نکردی تا دوباره راهی شی؟ فکر کردم اگه دایی منو ببینه به چیزی شک نمی کنه و فکر میکنه اون خودش فرار کرده. فکر خوبی کردم نه؟ به عاقبتش فکر کردی؟ اگه داداشم بخواد خونه یه تاکستانو چک کنه چی؟ اون وقت باید چی کار کنی؟ این کارو نمی کنه. حتی شک نمی کنه. اگه خودمون خرابکاری نکنیم نمیره اونجا. وقتی آبا از آسیاب افتاد میبرمش اونجا. بعدش هم تو شهر بزرگی مثل استانبول دایی محاله بتونه اونو اونجا پیدا کنه. خانم رمزون راست میگه، اگه ما خرابکاری نکنیم بعد یه مدتی آقا خودش بیخیال میشه. پس گلیزار چی؟ معلومه که اون همه چی رو دیده، ولی بازم یه جورایی به برادرم دروغ گفت. حالا ما باید چیکار؟ اومدم بگم آقا با آقا یاسین کار داره. زود باش برو. گلیزار؟ بله خانم. هر وقت تونستی بیا بالا تو اتاقم، باهات کار دارم. بله چشم. شنیدی که خانم چی گفت؟ حواست جمع کن. حتما. همونطور که بهتون گفتم اونو سپرده بودن دست ما. خواهش میکنم هر کاری میتونید انجام بدید. تمام سعیمونو میکنیم. به بقیه پاسگاه هم خبر میدیم. خیلی ممنونم. اگه چیزی خواستید، سوالی، چیزی، حتی اگه نصف شبم بود بازم ازم بپرسید. خداحافظ. ممنونم. میدونی بچه ها صبح کدوم سمت رو گشتن؟ والا آقا همه این اطراف رو گشتیم، همه جا رو، ولی آقا انگار این دختر آب شده رفته تو زمین، هیچ اثری ازش نیست. من اصلا نمیفهمم آقا یاسین، اصلا چرا باید یهو اینجوری فرار کنه؟ دیروز به نظرم حالش خیلی خوب بود. میگم آقا، میخواین از پدرش سوال کنیم؟ میدونم که اونجا نمیره، ولی شاید رفته باشه پیش یکی از قوم و خیشاشون و اونام ازش خبر داشته باشن. فکر خوبیه. آره، من باید یه سر به کارخونه بزنم. تو هم به جمشیر خبر بده که بیاد کارخونه. نه سب کن، تو هم با من میای، با هم میریم شهر. زود باش. ببینم چی شده. واقعا نمیدونم آقا مظفر، دیروز سالم بود. پس یعنی خود به خود اینطوری شده؟ اگه به جای زدی به هم بگو. میشه بگی چرا به هم دروغ میگی؟ به خدا قسم بهتون دروغ نمیگم آقا مظفر، دیشب دوتا ماشینا سالم تو حیاط بودن. من تصادف کردم داداش، تقصیر اون نیست. دیروز با ماشین رفته بودم بیرون، بعدش تصادف کردم. احمد ندیده چون تاریک بود. نمیدونم چرا به زن گواهی نامه میدن. منو ببر کارخونه. به جای اینکه اینجا وایسی و خرابکاری کنی، برو خونه یه تاکستان و یه سری به دختره بزن. قبل از اینکه دایت برگرده اینجا باش. گل برابر گزلیم، گل برابر گزلیم، دوستا دشمن کچیر. خیلی خوشحالی به خاطر اینکه گلی فرار کرده داری با دومت گردو میشکنی؟ خب شاید رمضان املت جادویی تو خورده باشه، شاید جواب داده. نظرت چیه خانوم؟ نه بابا، با عقل جور در نمیاد. حالا اگه دختره خورده باشه یه چیزی. چرا که نه دختر، مثل اینکه جادوه ها.
شاید گلی به خاطر جادوی تویه که دو درد سر افتاده و فرار کرده. خدا کنه همینطور که میگی باشه. داشت دستمونو از اینجا قطع میکرد، نباید اون این کارو میکرد. حالا آقا مظفر میفهمه رو دست خوردن از یه دختر چه مزه‌ای میده. همه فکر و ذکر شده بود گلی خانوم. ببینم، تو دیشب واقعا دیدی که داشت فرار میکرد؟ آره خب معلومه که دیدم. واقعا که خیلی عجیبه. میشه بگی چیش عجیبه؟ بذار یه چیزی بهت بگم، اصلا باورم نمیشه که اون فرار کرده. یعنی چی؟ یعنی من دروغ میگم؟ منظور من این نبود. اگه یه دختری فرار کنه چرا باید تنهایی فرار کنه؟ یعنی تنها نبوده؟ نه نبوده، حتما یه پسری در کار بوده. ببین کی بهت گفتم. پس یعنی تو فکر میکنی اون با کی فرار کرده؟ به نظر من با اون پسر فرار کرده. چی بگی؟ با اون یارو کمال. افتادی تو قفس، تو دیگه مال منی، راه فراری هم نداری. یادته یه چیزایی راجع به خر و اسبا میگفتی؟ یادته؟ میبینی هر حیوان با ارزشی جفتک میندازه دقیقا مثل تو. تو همش منو خار میکردی، فکر میکردی اگه به این خیانت کنی برای مهم نیست. حالا بهت میفهمنم رمزون کیه. تو دیگه زن منی، از اینجا میبرم جایی که هیچکی نتونه پیدات کنه. با هم میریم استانبول، چطوره؟ اون دایی نامردم هم دیگه بهتره بره به جهنم. چی میخوای بگی؟ میخوای حرف بزنی؟ یعنی دهنتو باز کنه؟ باشه، ولی جیغ و داد نمی کنی، قبوله؟ قول میدی؟ قول دادیه. خدا لعنتت کنه کثافت. به خودت میگی مرد؟ قیافت این بازه. آره نامرد بی غیرت. تو سگه کی باشی که بخوای شوهر من بشی؟ آشخان زر نزن ناشته. من فقط چیزی که حق کمارو میخوام، پدر تو رو داده به من نبدی. تو زن منی، اینه تو کلت فرو کن. میفهمی تو زن منی؟ میفهمی؟ میفهمی؟ هیچی نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا بکنه. مگه تو خواب ببینی کسافت؟ خدمتون رسیدم، فرموده بودین که با من کار داشتین. آره کارت داشتم، میخوام بدونم دیشب چی دیدی؟ من شما و رمزون رو دیدم. که اینطور؟ خب بگو ببینم. حالا ما داشتیم چی کار میکردیم؟ دست و پای گلیو بسته بودین و انداختینش تو ماشین. حتما خواب دیدی. نه خواب ندیدم، واقعیت بود. شما در ماشین رو باز کردین و رمزونم اومد و گذاشتش تو ماشین.
تو میدونی داری منو به چی متهم میکنی؟ من کسی رو متهم نمیکنم خانم. من فقط چیزی که دیدم رو میگم. پس برای چی به برادرم دروغ گفتی؟ برای اینکه نتونه پیداش کنه. منم مثل شما نمیخوام گلی اینجا باشه. اون دخترک جوری رفتار میکرد که انگار اون خانم این خونه است، اما شما خانم این خونه ای. خب حالا که هر دومون یه چیزو میخوای، این موضوع باید بینمون مخفی بمونه. باشه؟ باشه خانم. ولی ولی چی؟ همه یه کارای اینجا گردن منه. آشپزی، شستشو، نظافت، این کارا داره پدر منو در میاره. خب من دیگه نظافت نمی کنم، آشپزی هم نمی کنم، فقط کارای شما رو می کنم. البته اگه می خواین حرفی به کسی نزنم. باشه، قبوله. سلام آقا، با ما کاری داشتی؟ خیلی خوش اومدی. بفرمایید بشینید. شما میدونین گلی کجاست؟ نه ما نمیدونیم. چیزی شده؟ رفته. رفته؟ رفته؟ دیشب دیدنش که داره از مزرعه میره. ما همه جا رو دنبالش گشتیم ولی پیداش نکردیم. پیش شما نیومده؟ نه، باور کنیم پیش ما نیومده. فکرشو میکردم. نرفته پیش دوستی یا فامیلی که این نزدیکی از زندگی میکنه؟ نه، یعنی اون یه خواهر داره ولی خیلی دور از اینجاست. ممکن نیست رفته باشه پیش اون، این غیر ممکنه.